خدا رو شکر تعداد هرچند کمه، من باور دارم که اگر یک نفر هم روی این زمین به نجات احتیاج داشت، برای اون یک نفر هم عیسی مسیح به روی این زمین می اومد تا اون یک نفر رو با مرگ خودش روی صلیب با قیام خودش نجات ببخشه. پس مطمئنم که امشب برای تک تک مایی که اینجا هستیم، عیسی مسیح اینجا حاضره و میخواد ما رو با کلام خودش سیراب کنه. هر چقدر اگر کلام کوتاهی باشه، کلام خدا انقدر قدرت داره که میتونه فکرهای ما رو، زندگیهای ما رو، قلبهای ما رو تبدیل کنه. ما که اینجا هستیم، من خودم همیشه دوچار این دوگانگی هستم. سال نو ما سال 2019 شروع شد، ما یه بار سال نو رو همه به هم تبریک گفتیم، سال نو مبارک. الان دوباره امشب سال جدید شروع میشه، سال 1398، دوباره همه دارن میگن سال نو مبارک دیگه. نمیدونم، من همیشه تو این چند ماه این مشکل هست و یه جوری هم همه اینقدر دوباره با هیجان سال نو رو دارن تبریک میگن. من نمیدونم الان اون سال نو 3 ماه پیش پس چی بود. به هر حال ما هم سعی میکنیم در این قسمت همرنگ جماعت بشیم. نه همه جا نباید همرنگ جماعت شد، قوت مضاف اینجا به هر حال وارد سال جدید میخوایم بشیم. خدا رو شکر که بعضی از کلیساها البته سال نو یهودی ها رو هم اونا جشن میگیرن. البته خب اونا دیگه دوم سال مثل ما ندارن، اون سال رو هم تبریک میگن، چون در واقع خیلی با عیدهای کتاب مقدس مناسب هستش. در واقع سال نو یهودی ها سالی هستش که طبق تقویم میشه گفت خدا در واقع گذاشته شده. به هر حال اما چیزی که میتونیم بگیم سال نو ما خیلی دقیق تر و خیلی بجاتر از سال میلادی ها هست. ما یک بهار، یک پاییز، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان رو پشت سر میگذاریم و بعد وارد سال جدید میشیم. مثل اروپایی ها وسط زمستون، چله زمستون یهو نمیگن سال نو مبارک. در تمام دنیا فردا اولین روز بهار هست. توی تقویم های آلمانی ها هم که نگاه کنیم فردا رو تو تقویم نوشته فرولینگز آنفنگ، یعنی آغاز بهار. و خب در تقویم ما، در واقع تقویم ایرانی یا تقویم فارس زبان ها، چه در تاجیکستان چه در افغانستان که دقیق ترین تقویم هست، سال تمام میشه امشب چند ساعت دیگه، حدودا 3 ساعت دیگه و وارد سال جدید میشیم. سالی که پشت سر گذاشتیم، الان بیایم خودمون رو با تقویم خودمون، این ایرانی و افغانی و شمسی، وقف بدیم. امروز آخرین دقیقه های سال هست. این توضیحات رو گفتم که مقدمه که برسیم به اینجا که نگید برج سین. برج 12 هستیم، آخرهای برج 12 سال میخواد تموم بشه. هر کدوم ما به هر حال زندگی های متفاوتی رو پشت سر گذاشتیم. عزیزانی شاید امسال درگیر مهاجرت بودن، تازه اومدن. افرادی درگیر مسائل دادگاه، مسائل کار، نگرانی های افرادی که متأهل هستن، مسلماً وقتهایی رو با همسر، با بچه ها پشت سر گذاشتن. افراد مجرد، هر کدوم ما یک زندگی متفاوتی رو داریم و هر کدوم ما بنا به شخصیت ما، بنا به زندگی ما، روزهای متفاوتی رو پشت سر گذاشتیم. مسلماً روزهای خوبی رو پشت سر گذاشتیم، روزهایی که خندیدیم، خوشحال بودیم، با خوشحالی، با شکرگزاری خدا رو شکر کردیم. برادر زیاد نمیبینم، اینوری یکم بتونم. و مسلماً روزهای بدی هم داشتیم هر کدوممون. روزهای تلخی رو داشتیم، روزهایی که شاید چه در خلوت، شاید چه در آشکار اشک ریختیم، گریه کردیم. روزهایی که برای ما سخت بود، روزهایی که احساس کردیم فوق از طاقت ما داره دردهایی به ما وارد میشه، روزهایی که کلافه شدیم، گیج شدیم، نمیدونستیم دیگه باید چی کار کنیم، روزهایی که واقعا من خودم بعضی موقعها به این نقطه حتی میرسم که یعنی اصلا نمیدونم الان دیگه یک ثانیه بعد حتی باید چی کار کنم. و به یک بنبست‌هایی در زندگی هامون رسیدیم که شاید خیلی سخت بوده تا خدا راه رو به ما نشون بده برگردیم. خیلی تجربه های شاید متفاوتی با خدا داشتیم، برکت هایی گرفتیم، خدا کارهای زیادی تو زندگی ما کرده. و یا شاید افرادی هم نه، اونقدر اتفاقات خاصی نیفتاده. چیزهای خوب بعدی رو پشت سر گذاشتیم و الان میخوایم وارد یک در واقع زمان جدیدی بشیم. سال داره تموم میشه، بهاری که پشت سر گذاشتیم، تابستون، پاییز و زمستون داره میگذره. و چیزی که خیلی قشنگ هست در این تبدیل سال یا تبدیل این فصل مخصوصا اینی که فقط اینطوری نیستش که ما بگیم که الان، اتفاقا این خیلی قشنگه، چون تقویم مثلا اروپایی‌ها
همون آب و هواز، همون شرایط تو زمستونه، الان سال تحویل میشه، فرداش هم دوباره همونه، هفته بعدش هم همونه، هیچ تغییر نمیکنه. اما برای تقویم ما، برای تاریخ ما، وقتی که زمان عوض میشه و سال عوض میشه، ما به وضوح این تغییر، این تبدیل، این عوض شدن رو همه جا میبینیم. درخت ها همه سبز شروع میشه به سبز شدن، شکوفه میزنه. مثلا هامبورگ واقعا تا دو سه هفته دیگه یکی از زیباترین، هر روز ما میتونیم یکی از زیباترین منظره های در واقع من میتونم بگم این دنیا رو ببینیم. درخت های پر از شکوفه های صورتی سفید، درختانی سبز میشه، پرنده هایی که وقتی 4-5 صبح کسایی که بیدار بشن هنوز ماشینا تردد نمیکنه، فقط میشه گفت صدای پرنده ها هستش که تو هوا پخشه. پرنده هایی که اصلا تا دو سه هفته قبل معلوم نیست کجا بودن و شروع میکنن به خوندن. همه چیز تغییر میکنه به نوعی. و وقتی که نگاه میکردم به پنجره اتاقم، داشتم به یک درختی که جلوی پنجره من هست نگاه میکردم، درختی که الان پر از شکوفه های صورتی شده. دو هفته پیش این درخت خشک، این درخت لخت، خالی از هر برگی بود و تقریبا نیمه یخ زده و هیچ چیز جز یک چوب خشک نبود. اما نگاه کردم، وقتی بیش دقت کردم، دیدم که الان پر از شکوفه است. و چیز خیلی جالبی که هست، این شکوفه از بیرون روی این درخت به وجود نمیاد وقتی که فصل عوض میشه. این شکوفه و این جوونه زدن این درخت، این چه گل چه برگ، از درون این شاخه ها هست. این شاخه هایی که خشکه، این شاخه هایی که یخ زده است، این شاخه هایی که تو سرمای زمستون بوده، این شاخه هایی که هیچ حیاتی اصلا از بیرون وقتی بهش نگاه میکردی دیده نمیشد، اما در یک جایی، در یک نقطه ای، این شاخه ها، این پوسته سختشون میشکنه و حاصل شکستگی این شاخه ها این شکوفه های زیباست. این برگ هایی هستش که از دل این شاخه ها میاد بیرون. از بیرون یه نفر نمیاد گل ها رو بچسبونه بهش، بلکه اون تغییر، اون تبدیل، اون زیبا شدن، اون در واقع این خیلی از درختانی که میوه میدن تو این فصل شکوفه میارن و چند وقت بعد میوه میدن، در واقع میشه گفت این محصول دهی، این ثمر دهی، همه و همه ناشی از یک تغییری هستش که در درون درخت به وجود اومده، نه از بیرون. خیلی موقع ها ما تو زندگیمون همش منتظر هستیم که بیرون چیزهای عوض بشه، بیرون چیزهایی تغییر کنه، شرایط ما عوض بشه، الان پاس بگیریم، خونه بگیریم، کار پیدا کنیم. همه اینها در زندگی ما چیزهای مهمیه. من هیچ کدوم اینا رو نمیگم اینا مهم نیست، همه اینا مهمه. همه ما که اینجا اومدیم به پاس اقامت اینجا نیاز داریم 100%. همه ما که اینجا هستیم به یک خونه نیاز داریم، به کار نیاز داریم، اگه کسی میخواد درس بخونه، به همه اینها ما نیاز داریم 100%. و همه اینها لازم و ضروری هست. اما چیزی که میتونه ما رو تغییر بده، ما رو تبدیل کنه، ما رو عوض کنه، ما میتونیم همه اینها رو یک شبه هم به دست بیاریم، اما همون آدم قبلی باشیم. هنوز اون نگرانی ها، اون ناراحتی ها، اون خشکی ها در ما باشه. اما چیزی که میتونه ما رو تبدیل کنه، ما رو عوض کنه، اون اتفاقی که در درون ما باید بیفته. یک درخت وقتی که الان شکوفه آورده، برگ میده، سبز میشه، از درون چیزی در او عوض شده. از درون یک تحول و یک اتفاقی به وجود اومده. و چقدر بیشتر برای مایانی که الان به عیسی مسیح خداوند، به خدای حقیقی ایمان آوردیم، او رو پذیرفتیم، خدایی که تمام حیات، هر آن چیزی که ما برای یک حیات در واقع پرثمر نیاز داریم توسط روح قدوس خودش به ما بخشیده. خدای ما خدایی نیستش که مثل ادیان و مذاهب دیگه بگه اوکی تو من ایمان بیار، الان هزاران کار رو انجام بده، هزار چندین بار در روز دلا راست شو، نماز بخون، صدقه بده، روزه بگیر، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، تا شاید یه روزی یه اتفاقی برای تو بیفته، تو نجات پیدا کنی، تو شادی رو به دست بیاری، تو خیلی کارا برای تو اتفاق بیفته. نه، هر اون چیزی که ما نیاز داشتیم عزیزان، خدا از روز اول به من و شما بخشیده. و مهمترین چیزی که بخواد درون ما رو تبدیل کنه، درون ما رو عوض کنه، اون زندگی های خشک ما رو، اون زندگی های بی ثمر ما رو، اون زندگی هایی که هیچ حیاتی ازش دیده نمیشه، شاید مثل درختان زمستانی هست، رو تبدیل به درختان بهاری کنه، رو به ما بخشیده و اون روح القدس هستش. آمین. و وقتی که خدا روح القدس رو به ما میبخشه، اون موقع اتفاقاتی در زندگی ما میفته که خیلی با گذشته فرق میکنه.
وقتی روح القدس رو خدا به ما میبخشه، خیلی تغییراتی در زندگی ما میفته که هرگز در گذشته اتفاق نمیافتاد و اصلا نمیتونست بیفته. و این تغییرات، این اتفاقات با حتی میتونم بگم معجزات و چیزهای عجیب همراهه. اما چیزی که مانع میشه، این مشکل بیشتر مسیحی ها میتونه باشه، چیزی که مانع میشه تا این اتفاقات جدید رو توسط روح خدا تو زندگی خودمون تجربه نکنیم، این هستش که ما همش به گذشته داریم فکر میکنیم، به اتفاقات گذشته، به مشکلات گذشته، به دردهای گذشته، حتی شاید به برکاتی که در گذشته از خدا گرفتیم و همش به نوعی میخوایم اونها رو دوباره تجربه کنیم. به نوعی دست خدا رو باز نمیذاریم تا کارهای جدیدی رو در زندگی ما انجام بده. امشب نمیخوام کلام طولانی رو نداریم. خیلی یک قسمتی از کلام خدا رو خدا امروز در دل من گذاشت که با شما در میون بذارم و خیلی در قلبم بود که بعدش بتونیم زمانهای کوتاه با هم پرستش داشته باشیم، با هم پرستش کنیم، با هم دعا کنیم و تو این کلامی که الان با هم میخونیم بیشتر میتونیم تو این قسمت وارد بشیم. در اشعیای نبی باب 43 هستش، از آیات 16 تا 21 رو من برای شما میخونم. خوب میشه گوش بدید، چون این اگه کتاب مقدس رو دارید میتونید همزمان نگاه کنید، اما عزیزان کتاب مقدس ندارید میتونید گوش بدید، چون کلام خدا قوت داره. همونطور که شما دارید میشنوید، این حیات رو به شما منتقل کنه، این قوت رو به شما منتقل کنه. عنوان این بخش از کلام خدا در ترجمه 1009 نوشته شده کار تازه خدا. از آیه 16 خداوند چنین میفرماید: همان که راهی در دریا ساخت و طریقی در میان آبهای عظیم پدید آورد، همان که عرابه ها اسبان را بیرون آورد و سپاهیان و جنگاوران را، و آنان در آنجا افتادند و دیگر بر نخواستند و از بین رفته چون فتیله خاموش شدند، خدا چنین می‌فرماید: چیزهای پیشین را دیگر به یاد میآورید و به امور قدیم میندیشید. هان، اکنون من کاری تازه می‌کنم، هم اکنون در حال پدید آمدن است، آیا آن را تشخیص نمی دهید؟ من در بیابان راهی پدید می آورم و در برهوت نهرها جاری می سازم. وحوش صحرا مرا حرمت خواهند داشت، حتی شغالان و شترمرغان، زیرا که در بیابان آب جاری می کنم و در برهوت نهرها روان می سازم تا قوم برگزیده خیش را سیراب کنم، قومی را که برای خود سرشتم تا ستایش مرا بیان کنند. خداوند در ابتدا خودش رو و کارهای بزرگی رو که به صورت خاص، خب این پیام برای قوم اسرائیل بود، به اونها یادآوری میکنه که من برای شما چه خدایی هستم. میگه همون خدایی داره به شما الان این حرف رو میزنه. ما داستان قوم اسرائیل اونجا یه بار بررسی کردیم که از مصر وقتی خارج شدن به دریای سرخ رسیدن و خدا دریای سرخ رو برای اونها شکاف، اونها عبور کردن و همزمان پشت اونها فرعون و لشکریانش بودن که میخواستن این قوم رو نابود کنن، از میان آب گذشتن ولی آب روی اونها اومد و اونها همه مردن. خدا اینجا دوباره داره معجزه‌ای که در گذشته برای اونها کرد که بزرگترین معجزه بود به یاد اونها میاره. میگه ببینید عزیزان، اگه من الان دارم به شما وعده ای رو میدم، من همون خدا هستم، من همون خدا هستم که راهی رو در میان دریا برای شما ساخت، من همون خدایی هستم که تو رو از میان آب‌های عظیم عبور دادم، من همون خدایی هستم که موقعی که عرابه ها اسبان فرعون داشت عبور میکرد، اونا اونجا افتادن و از بین رفتند. امشب خدا به تو میگه من همون خدایی هستم که در زمانی که تو در تاریکی بودی، در گناه بودی، تو محکوم به مرگ بودی، تو محکوم به داوری بودی، کلام خدا میگه تو فرزند غضب بودی، من همون خدا هستم که تو رو بیرون کشیدم توسط مرگ و قیام پسر خودم، توسط کشته شدن او روی صلیب. من همون خدا هستم که تو رو نجات دادم، من همون خدا هستم که به تو برکت دادم، من همون خدا هستم که با ایمان تو فیض خودم رو به تو بخشیدم، من همون خدایی هستم که شفا و آزادی های بسیار برای تو آوردم، من همون خدایی هستم که فیض خودم رو بی حد و اندازه به تو بخشیدم و روی زندگی تو جاری کردم، من همون خدایی هستم که بارها تو دعا کردی و من جواب دعای تو رو دادم، من همون خدایی هستم که بارها تو نیاز به تسلی داشتی، من تو رو تسلی دادم. خدا میگه من همون خدا هستم. و الان اگر به یاد آوردی که من کی هستم، به یاد آوردی که من برای تو چه کارهای انجام دادم، الان به تو میگم چیزهای پیشین رو دیگر به یاد میاور، به امور قدیم دیگر فکر نکن.
اینکه در قدیم در زندگی تو در گذشته چه اتفاقاتی افتاد، چه سختی هایی بود، چه شکست هایی داشتی، چه تجربه های منفی رو داشتی، خدا امشب به من و تو میگه اونها رو فراموش کن دیگه، به یادشون نیار، هی تکرار نکن، هی این اتفاق بر من افتاد، من این تجربه رو کردم، اینجا شکست خوردم، این بلا سر من اومد، فلانی در حق من ناعدالتی کرد، فلانی در حق من ناحقی کرد، اون حق منو خورد، این همه سختی به من شد، این همه کارهای بد در حق من انجام دادن، من مستحق اینها نبودم. خدا میگه اینها رو دیگه به یاد نیار، به امور قدیم دیگه نیندیش، خاک اره رو دوباره اره نکن، چون اینها جز تلخی برای تو چیزی رو نمیاره. و نمیگه نه فقط نیندیش، نه فقط به چیزهای منفی و اتفاقات بد گذشته خودت دیگه فکر نکن، چه جاهایی شکست خوردی به اونها فکر نکن، بلکه وعده میده در آیه 19 میگه من همین الان میخوام کاری در زندگی تو بکنم، یک کار تازه در زندگی تو میخوام بکنم، یه کاری که همکنون در حال پدید آمدنه، یه کاری که همکنون در حال انجام شدنه. آیا اونو تشخیص نمیدی؟ چرا این سوال رو میکنه؟ میگه اونو تشخیص نمیدی من دارم یه کاری در زندگی تو انجام میدم؟ خدایی که این همه اتفاقات بزرگ، این همه تغییرات بزرگ در این دنیا داره به وجود میاره، مخصوصا در الان زمانهایی که ما هستیم نگاه میکنیم، مثلا چقدر تغییر فصلها میتونه ایمان ما رو قوی کنه. اون درخت خشک و یخزده‌ای که بعد از چند هفته میبینیم چقدر زیبا خدا اونو میآرایه به گلهای زیبا، به برگهای سبز. آیا ارزش من و تو در نظر خدا بالاتر از اون درخت نیست؟ مایی که فرزند او خوانده شدیم، مایی که عزیز او خوانده شدیم، آیا ما عزیزتر از اون درخت برای خدا نیستیم؟ خدایی که درخت رو اینقدر زیبا تغییر میده، تبدیل میده، یک حیات تازه به من بخشه، آیا قادر نیست زندگی من رو تو رو عوض کنه؟ آیا قادر نیست کارهای بزرگی رو در زندگی من رو تو انجام بده؟ آیا اونو تشخیص نمیدی؟ و در نهایت خدا به خاطر اینکه یک ایمانی رو به تو ببخشه و به خاطر اینکه بگه که چه کار بزرگی من قادرم در زندگی برای تو انجام بدم، خدا نمیگه من یه برکتی به تو میدم، خدا به تو نمیگه من فقط یکم تو رو تسلی میدم، جواب دعای تو رو به تو میدم و یا کاری رو برای تو انجام میدم، بلکه خدا، خدا بودن خودش رو عزیزان به من و تو میگه، میگه من در بیابان راهی رو به وجود میآورم، من در بیابان راهی پدید میآورم، در برهوت نهرها جاری میسازم، در بیابانی که کسی اصلا قدرت نداره ازش عبور کنه، کسی قدرت نداره پادرش بذاره. این کلامی که نوشته شده مال حدوداً 3000 سال پیش بوده، مال 2700-800 سال پیش بوده، بیابانهایی که ورود و پا گذاشتن درش با مرگ یکی بود، اما میگه من در بیابان زندگی تو، جایی که تو فکر میکنی خشکه، جایی که تو اصلا فکر میکنی هیچ حیاتی وجود نداره، جایی که هیچ شانسی تو برای خودت نمیبینی، من اونجا یک راهی برای تو باز میکنم. میگه در برهوت نهرها جاری میسازم. برهوت یک زمین خشکه، یک زمینیه که از شدت خشکی حتی آبهای زیرزمینی هم نداره، که تمام زمین ترک خورده است، هیچ گیاهی اونجا رشد نمیکنه، حتی گیاهان صحرایی، هیچ حیوانی اونجا وجود نداره، حتی حیواناتی که بدون آب میتونن زندگی کنن. الان نمیگه من در این نرهود یکم برهود یکم باران میبارم، یکم این زمینشو تر میکنم، یه گیاهی از اونجا میرویه، میگه من در برهود نهرها جاری میسازم. میتونید عظمت این کلام رو عزیزان متوجه بشید؟ در یک زمینی که خشکه، هیچ امکانی حتی برای یک قطره آب نیست، میگه من رودخانه ها و رودها جاری میکنم. در کجای زندگی تو خشکه؟ در کجای زندگی تو مدت هاست تو حیاتی رو نمیبینی؟ کجاست در زندگی تو بن‌بست موندی؟ کجای زندگی توست که مدت هاست داری به دری میکوبی، دعایی میکنی، ولی در بسته است، تا الان جواب ها منفی بوده؟ و هیچ اتفاقی نیفتاده. و حتی اتفاق افتادنی بعضی وقتا برای ما عزیزان انقدر، من خودم تجربه رو داشتم، شاید شما اینطور نبودید، بعضی وقتا من در یک مشکلی که طولانی میشه برای من اینطوری فکر میکردم که اصلا یعنی
این حل میشه واقعا، این حل میشه این مشکل؟ و حتی با خودم فکر میکنم اصلا چطور میخواد حل بشه؟ یعنی انقدر این مشکل رو، این صد و مانع رو انقدر بزرگ میبینم برای خودم، انقدر عظیم میبینم، انقدر این جسم من انقدر ضعیفه، دید جسمانی من انقدر بزرگ میبینم، میگم اصلا این چطور میخواد حل بشه؟ چه جوری میخواد این برطرف بشه؟ اصلا امکان داره روزی این برطرف بشه؟ من اینطوری هم این برهوت وقتی که قرار میگیریم، من اصلا با خودم فکر میکنم که اصلا امکان داره شاید یه روزی یه تیکه ابری اتفاقی از اینجا رد بشه، یه چیکه آبی ازش بیاد، یه ذره یه گوشه آب جمع بشه. اما خدا عزیزان میگه من در برهوت نهرها جاری میکنم. آمین. در برهوت، در خشکی ها آبها جاری میکنم. آیه 20 خیلی جالبه، میگه وحوش صحرا مرا حرمت خواهند داشت، حتی شغالان و شترمرغان، زیرا که در بیابان آب جاری میکنم و در برهوت نهرها روان میسازم. میگه من کار که میکنم انقدر عظیمه، انقدر بزرگه، انقدر خارق العاده است در زندگی تو، انقدر عجیب و دور از دسترس هست کارهای من در زندگی تو. میگه حتی داره مثال میزنه، میگه وحوش صحرا به من احترام میذارن، حتی شغالان و شترمرغان، حتی اون افرادی که شاید حتی هیچی هستن، حتی شاید میتونه یعنی به نوعی سمبل بی ایمان ها باشن، حتی کسایی که عیسی مسیح رو رد میکنن، حتی کسایی که اصلا خدا رو قبول ندارن، میگه حتی اونها کارهای من رو در زندگی تو میبینن و به خاطر کارهایی که من در زندگی تو کردم به من احترام میذارن، من رو ستایش میکنن. آمین. اصلا کارهای خدا اینقدر میتونه بزرگ در زندگی ما باشه. و آخر میگه تا قوم برگزیده خودم رو سیراب کنم. قوم برگزیده خدا من و تو هستیم، قومی را که برای خودم سرشتم تا ستایش من رو بیان کنند. خدا این کارها رو انجام میده تا نه که یه ذره ما تسلی بگیریم، یه ذره دهن خشک ما تر بشه. میگه تا قوم برگزیده خودم رو سیراب کنم، یعنی از اون چیزی که تو در دلت از خدا میخوای، خدا بیشتر و بیشتر رو به تو میبخشه، تا نه فقط من و تو یک کم تشنگیمون برطرف بشه، تا یک کم احساس راحتی و آرامش کنیم، بلکه من و تو رو سیراب کنه. چرا؟ چون ما قومی هستیم که خدا خودش ما رو برای خودش انتخاب کرده تا در نهایت ما خدا رو ستایش کنیم. عزیزان گفتم چند ساعت دیگه ما وارد سال جدید میشیم و این تغییر، این تبدیل، این تازه شدن فقط و فقط به من و شما ربط داره. من و شما هستیم که میتونیم یک تصمیمی رو بگیریم امشب. یک تصمیمی رو بگیریم. و این تصمیمی که میخوایم بگیریم هم خدا خودش به ما گفته. چیزهای پیشین رو دیگر به یاد میآورید و در امور قدیم میاندیشید. هان اکنون من کاری تازه میکنم. اکنون در حال پدید آمدن است. آیا آن را تشخیص نمی دهید؟ من در بیابان زندگی تو راهی پدید می آورم. در برهوت خشک زندگی تو نهرها جاری می سازم. وحوش صحرا مرا حرمت خواهند داشت، حتی شغالان و شترمرغان، زیرا که در بیابان زندگی تو آب رو جاری می کنم و در برهوت نهرها روان می سازم، تا قوم برگزیده خیش را سیراب کنم، قومی را که برای خود سرشتم تا ستایش مرا بیان کنند. آمین.